به نام خداوند بخشنده و مهربان و با عرض درود و سلام خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط. خیلی ممنون و متشکریم که با ما همراه هستین و با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون ما را همراهی میکنین. عرض کنم که همونطور که شما هم در جریانین، وضعیت جهانی هر روز داره پیچیده تر میشه و بهترین استراتژی در این زمان بالا بردن توان دفاعی کشور هست. بارها و بارها گفتیم که تنها زمانی مذاکرات به نتیجه میرسه که پشت دیپلمات‌ها با توان دفاعی و قدرت نظامی گرم باشه، وگرنه که با یه تهدید الکی هم اقتصاد از هم میپاشه. اگه دقیق یادتون باشه سالها پیش وقتی آمریکا تهدید به حمله نظامی میکرد دلار و طلا واکنش نشون میدادن، ولی الان صبح و شب یه عده رجز میخونن ولی دیگه اون تأثیر سابق رو نداره. حالا این شما و این تازه ترین اقدام مهم ایران. امروز عقد دستور راه اندازی صدها ماشین جدید سانتریفیوژ داده شد به همکاران ما. این ماشین ها از انواع ماشین هستند، هم ماشین های آروان داریم، هم ماشین های پیشرفته، از جمله ماشین های آیارشیش و ماشین های آروان. در واقع این کار داره در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران صورت میگیره و همینطور در راستای رسیدن به حداقل میزان غنی‌سازی 190 هزار سو که کف نیاز کشورمون هست. در این رابطه هم با به آژانس اطلاع رسانی شده. ما البته این ماشین ها رو در واقع نصب کرده بودیم، به خصوص از اینا 500 تا ماشین IR6 هستش که شروع عملیات بهره برداری پروسه تقریباً در 15 روزه داره، ولی امروز به اینها تزریق گاز میشه. اطلاع رسانی هم قبلا به آژانس شده و این گام هم که عرض کردم در راستای رسیدن به 190 هزار سو داره صورت میگیره. خب در گذشته هم اقدامات متعددی صورت گرفته، به خصوص در ارتباط با رسیدن به 1000 ماشین از نوع IR6. ما با این کار در واقع داریم کاری که مجلس محترم از ما خواسته بود، راه اندازی 1000 ماشین IR6 و تزریق گاز و بهره برداری، این رو داریم به مرحله پایانی داریم میرسونیم. به البته همچی که عرض کردم ماشین های دیگه هم در دست اقدام هستش و اطلاع رسانی لازم هم به آژانس صورت گرفت. در کنار این خبر خیلی خیلی مهم، این صحبت ها هم طرف غربی رو حسابی ترسونده. آقای محمد رضا سباقیان بافقی، یکی از نمایندگان مجلس، امروز گفته که دشمن بدون اگه گستاخی و تهدیدش ادامه پیدا کنه، در زمینه سلاح هسته‌ای که زورگویان دارند از رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهیم خواست که اگر سلاح بدانند استراتژی و فتوای ساخت سلاح هسته‌ای تغییر یابد و این برای جوانان ایرانی بسیار آسان خواهد بود. بذارید وضعیت رو از دید یه برانداز فلاکت زده ببینیم که حسابی داره آتیش میگیره. شرمنده اگه ادبیاتش زشته، ولی این زجه زدنهاشون رو دوست دارم. نوشته که از همه جا شانس میارن، اون از بایدن، اینم از اسرائیل که تا اواخر 2022 نخست وزیر نداره که کاری کنه. هر کی هم که بود بمب میساخت. این فشاری که به اینا وارد میشه واقعا دیدنیه. اینا که از داشتن هوادار محرومن، از توان تحلیل‌های واقع‌گرایانه هم عاجزن. تنها و تنها امیدشون به اسقاطیل و آمریکا بود که بیان و به ایران حمله کنن و دو دستی کشور رو به این ابلهان بدن، ولی خب اینم باید خط بزنن. ایران داره مهمترین گامهاش رو برمی‌داره و هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه. این آرزوی مزدوران و وطن فروشان رو دقت کنید. اونجا که در این گزارش بهش اشاره میشه اینه که تمام این فعالیت ها و دستیابی به بمب اتم در واقع دست و پای آمریکا و اروپا رو میبنده، محدودیت ایجاد میکنه برای اینکه بخوان اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. چقدر این ادعا درسته؟ بعضی ها این توهم رو دارن که فکر میکنن که چوب خط تحریم های اقتصادی برای جمهوری اسلامی پر شده. این توهم رو دارن که چوب خط فشارهای اقتصادی برای جمهوری اسلامی پر شده. زمانی چوب خط های تحریم ها پر میشه که عملا ایران تبدیل بشه به شرایط اقتصادی و سیاسی عراق در دهه 90 میلادی، که عملا تمام سامانه های اقتصادی، تمام سامانه های اجتماعی شروع کردن به فروپاشی.
یکم یواشتر بابا، الان که از چند نقطه جر بخوری بابا. یعنی تو کل ایل و تبار این مزدوران یه عمه و دایی و خاله تو ایران زندگی نمیکنه که اینجوری تقاضای تحریم و متلاشی شدن سامانه‌های اقتصادی و اجتماعی رو میکنن؟ بشر وقتی کشور تو بحران اجتماعی بره، البته اینا خودشون دارن به این اختلافات دامن میزنن، اولین نفر دودش تو چشم افراد عادی و ضعیف جامعه میره. وقتی تحریم‌ها سنگین‌تر بشه، باز همین مردمن که ضرر میدن. بی‌شرفایی مثل تو هستن که از تحریم دارویی دارن دفاع میکنن. اما هنوز اون فشارهای حد اکثری که حتی دونالد ترامپ هم ادعاش رو میکرد و در موردش صحبت میکرد هنوز اعمال نشده. من واقعا اعتقاد دارم که اینها دست به یک اقدام نظامی میزنن که بتونن حداقل برای مقتدی این شرایط رو به تعقیب بندازن. این صحبت این جماعت منو یاد فیلم اندیا میندازه. به دلیل فقر زیاد و اختلاف طبقاتی در جمعیت میلیاردی هند، فیلم‌هاشون به تخیلی ترین و احساسی ترین شکل ممکن ساخته میشه تا اون کارگر فقیر با دیدنش به این باور برسه که میتونه در عرض مثلا یه سال به چنان ثروتی برسه که پدر همه اونایی که حقشو خوردن رو در بیاره. البته تهش همه رو میبخشه و اونا چنان دچار شکست احساسی میشن که اشک از دیدگانشان سرازیر میشود و بعد هم یه رقص دست جمعی میکنند. الان وضعیت این مفلوک ها هم همینه دوستان. صبح و شب تو آرزوی رسیدن به قدرت هستن، ولی خب مردم که پشت اینا نیستن، خودشون هم که نه ارزه دارن نه توان. تمام امیدشون به آمریکا هست که ناگهان با سلاح‌های مافوق پیشرفته با کمک یوفوها به ایران حمله کنه و بدون کوچکترین خراش یهو تمام کشور سقوط کنه و بعد سازمان ملل بیاد و کشور رو به ربع پهلوی یا مریم رجوی بده. شاید فکر کنین این سناریو رو از خودم درآوردم، ولی برید صفحات اینا رو دنبال کنین، کلشون چنین دیدگاهی رو دنبال میکنن. همشون هم توهماتشون رو هر ماه تمدید میکنن. وقتی یه خبر میاد تا چند ساعت اول همه هنگن و نمیدونن چی بگن. بعد که اون هیجان اولیه خوابید، دونه به دونه از لونه ها، یا بهتره بگم از زیر پتو میان بیرون و شروع میکنن به تحلیل ها و سناریوهای هندی و احساسی. حالا این وسط اسرائیل گفته نمیذاریم ایران اتمی بشه. بایدن به نتانیاهو و بنت قول داده که ایران هسته‌ای نشه، پس نمیشه. محض اطلاع بگم که بایدن اختیار شکمش رو نداره دیگه، باقی وعده‌هاش رو هم در همین حد در نظر بگیرید. این تیتر نشریه اینترسپت هم خیلی خوبه: جو بایدن چگونه پدر بمب اتمی ایران شده. این نشریه با توجه به شکست مذاکرات اعتقاد داره که ایران با دستیابی به سلاح هسته‌ای تنها به اندازه سفت کردن چند پیچ فاصله داره و خرابکاری و ترور و حتی حمله نظامی و هوایی هم نمیتونه روی برنامه غنی‌سازی ایران تأثیری بذاره. البته بر اندازه نظر دیگه ای دارن دوستان، حتی در این حد امیدوارن که یکی از مریخ میاد و جلوی هسته‌ای شدن ایران رو میگیره. اما در واقعیت تمام واکنش آمریکا هم اضافه کردن دوباره یه سری تحریم و تمام. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه نهادهای حامی شرکت‌های خوشه‌ای پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده. خزانه داری مدعی شده اقدام امروز شرکت‌هایی را هدف قرار گرفته که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از آن برای تسهیل فروش ده‌ها میلیون دلار نفت و محصولات پتروشیمی به شرق آسیا استفاده می‌کنه. بعد میدونین دوستان از چی خندم میگیره؟ این توییتو بذاریم براتون بخونم. نوشته که سجاد غریبی یا همون هالک فتوشاپی که دیشب جلوی حریف آماتور قزاق لوله شد و مفتزهانه بازی رو باخت، موزیک ورودش به رینگ رو مداحی محمود کریمی انتخاب کرده بود، نماد بچه شیعه انقلابی لافزن و توخالی. عرض کنم که لافزن شما این که 44 ساله قرار این هفته براندازی کنین ولی هیچ غلطی نتونستین بکنین. کارنامه ما حسابی درخشانه و الان اربابانت عزا گرفتن که چه کنیم و چه کار کنیم. و چه شیعه انقلابی، یعنی پهلوان حسن یزدانی، نه چهار تا فیک فتوشاپی مثل شما. اینم عکس بهتر از بچه شیعه انقلابی که در مقابل نافشکن آمریکایی گرفته شده. فعلا که همین آمریکا از ترس بچه شیعه انقلابی راهش رو گم کرده. حالا اینم داشته باشین، رسانه‌های خبری افغانستان به نقل از منابع اطلاعاتی امنیت ملی گزارش دادند که در یک سالگی تسلط طالبان بر افغانستان میزبان و مهمان یک جا به هلاکت رسیدند. در حمله هوایی سنتکام آمریکا در کابل، میزبانان ایمن از زواهری رهبر گروه تروریستی القاعده شامل پسر و داماد سراج الدین حقانی وزیر داخله گروه طالبان نیز به هلاکت رسیدند، منظری که الزواهری در منطقه
شیرپور کابل در آن هدف قرار گرفته شده است متعلق به سراج الدین حقانی است. منابع دیگر هم مدعیان که ایمن الظواهری در خانه زین الله رئیس دفتر سراج الدین حقانی بوده و در حمله هوایی به هلاکت رسیده و سراج الدین هم روبروی همین خانه سکونت داشته یا همچنان دارد. یک بار دیگر ثابت شد که ذات تروریست تغییر ناپذیر است. حمله پهپادی آمریکا به منزل محل اقامت ایمن الظواهری سرکرده سازمان القاعده در کابل نشون داد که نه آمریکا به تعهداتش پایبند عزیزان و نه طالبان به تعهداتش. در دوحه توافق شده بود نه طالبان به القاعده پناه بده و نه آمریکا در افغانستان عملیات کنه. وعده های این جماعت در همین حد قابل اتکاست. تنها چیزی که باعث میشه دشمن به وعده هاش پایبند باشه قدرت و توان شماست، وگرنه که این وعده وعیدها با یه شعار انتخاباتی برباد میره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. دوستان لطفاً لایک و سابسکرایب ها یادتون نره و این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیو یه دیگه در پناه حق باشین.